بعد از ظهر روز جمعه یک حمله انتحاری در داخل مسجد در قریه حصارک ولسوالی رودات ولایت ننگرهار رخ داد که در نتیجه آن امام مسجد و 3 تن از نمازگزاران کشته شدند و نزدیک به 40 تن دیگر زخم برداشتند. رویداد که اینجا اعضای مجلس سنان را سخت نکوهش کرده و مرتکبین چنین رویداد را کافر خطاب می کنند. ده مسلمان کار نده، داد اسلام و دشمنان را کار ده. چلی مسلمانان سر داست یا عمل که هیچ ده جمعه پا ورز مبارک ورز بانده پا عبادت که او پا میراب که انفجار که او ده مسجد اتاو یا کسان پا ضربه رسیده. و ایره میگم که دشمنان افغانستان به هیچ دین و مذهب وابسته نیستن. ای عمل وحشیانهشان که در ماه مبارک رمضان کردن غیر قابل بخشیده نیست. دیده می شود که طی 2 هفته پسین گروگانگیری افراد بیگناه از سوی گروه طالبان در شاهراهای برخی از ولایات بیشتر رعب و وحشت میان شهروندان را به وجود آورده است. یکی از خواسته های این سناتوران هم تأمین امنیت یا آبرین از این شاهراه هاست. گروگانگیری های است که باز هم در ولایت قندوز تعداد 50 نفر از 3 روز پیش گرفتن و تا هنوز معلوم نیست که یارا چی کردن، کجا بردن و در کجا هستند. اگر این مسیری رای تا قندوز و بدخشان اگر این پاکسازی نشود، دولت توجه نکنه، جلوگیری نشود، ما هر روز مردم فقیر و غریب و ملکی بیچاره ما در گروگان دشمن خواهد افتید. شمال که او دوانیسان مختلف ولایت واقعا لکسنگا چی زمان مسلح قواه در افغانستان در خلق بنومندگی، در افغانستان در حکومت بنومندگی، در پردی اجیران و سر جنگ کهی من در دوی سستایش و قدردانه که او در سنگ در حکومت نمو غفتنه داده چه لغا مبارزه جدی که در همین حال اعضای مجلس سنا اقدامات اخیر کشورهای ترکیه و ایران مبنی بر ثبت آثار مولانا جلال الدین بلخی در سازمان یونسکو به عنوان میراث علمی این کشورها را به شدت تقبیح کرده از وزارت‌های خارجه و اطلاعات و فرهنگ کشور می‌خواهند تا در این زمینه توجه جدی داشته باشند و نگذارند تا آثار علمی کشور از سوی بیگانگان به سرقت برده شود.